من در واقع که 46 سال که در ایران هستم، سالهای دراز واقعا رای هنری این بود که همش راجع به این راه یا راجع به هنر ایران حرف بزنم، مثل یک کسی که یک چیزی کشف کرده، اونم این فرهنگ عظیم و زیبای ایران، که به عنوان یک شاهد، یک کسی که از یه جای دیگه آمده راجع به این حرف بزنه و دوباره کشفش کنه. نزدیک همین فکر میکنم شاید 61 سالگی خودم یهو این ضرورتی احساس کردم که خب تو همش راجع به ایران زمین حرف زدی، راجع به هنر ایران حرف زدی، یعنی هنر ایران فقط البته مطابق ایران نیست، به تمام دنیاست، چون خیلی عظیمه، خیلی مهمه، خیلی زیباست. اما خب راجع به خودت هم چرا حرف نمیزنی؟ یعنی این مثل یک سلف پورتری، مثل یک کتاب یادداشت. یهو احساس کردم دلم میخواد بگم که چجوری شد که اصلا چجوری شروع شد و چطوری شد که به ایران آمدم. این حس که مجاری ها به شرق دارن، به ایران دارن، به ایران زمین دارن، به این دارن که ما هنوز نمیدونیم که هزار سال پیش از کجا آمدیم، زبونمون از کجا شکل گرفت، و این نوستالژی به شرق وجود داره. این یکی از اون نکته ها بود که منو خیلی کنجکاو میکرد به نسبت به ایران. فکر میکنم اون موقع که مجارستان بودم و تصمیم گرفتم که میخوام برم خارج، چه فکر نمیکردم که دیگه به ایران خطر بشه. اما من یادمه که همون قصه ها، همون اسطوره ها که تو بچه این شکل گرفت، با این حس که دیگه دلم میخواد پرواز کنم، دلم میخواد دنیا رو بشناسم، به هر حال نمیدونم تا یه حدی خاص بود، تا یه حدی واقعا سرنوشت بود. عشق با دوست داشتن هزار تا چهره داره. من همین رفت که به همون طبیعت که نگاه کرده عشق اون رو از دیدم بودم که مثلا چه میدونم به یه انسان یا به یه مملکت یا یه ادبیات فرقی نمیکنه. هر کاری هم میکنه با نقاشی، خود نقاشی که یک مسئله خیلی مهمیه دیگه، عشق بزرگترین عشق زندگی همون نقاشی هستش. اگر از من میپرسیدم که دوباره میخواستی چی کار کنی، حتما دوباره نقاش میشدم. پدر خیلی تشویق کننده تو این راه بوده. من هر کدوم از این رشته ها سعی خودم رو کردم، نقاشی کردم، می نوشتم، دکلامه می کردم، پدر تشویق می کردیه، اما نمی دونستم کدوم راه رو انتخاب کنم. یک بعد که رسیدم بیان، اتفاقا نقاشی رو انتخاب کردم که خب تشویق کننده تو این راه بالاخره آقای سینایی هم بوده دیگه، چون اون فیلمسازی می خوند، منم نقاشی میخوندم، خودش هم نقاشی رو خیلی دوست داشت. البته خیلی راه طولانی بود که تونستم نقاش بشم، چون ادبیات رو دوست داشتم، شعر و کتاب و اینا دوست داشتم، که خب زبانم در واقع مرد. اصلا اون موقع که از مجارستان آمدم بیرون دنبال ادبیات مملکت من نمیتونستم باشم، تبدیل شد به نقاشی. اما عشق مثلا به ادبیاتم بازم تموم نشد، چنان الان خیلی خوشحالم که میتونم مثلا عمر خیام و حافظ رو به اوریژینال بخونم. همه نمیتونن یه همچی کاری کنن. خیام اولین شاعری بود که باهاش آشنا شدم و تونستم، چون کوتاه بود، تونستم بفهمم و فکر میکنم به خارجی هم که فلسفهشش همه چیشم ممکنه بیشتر دسترسی داشته باشم. حافظ رو نمیشه ترجمه کرد. حافظ خیلی عظیمه، خیلی بزرگه، خیلی خیلی ایرونیه. شناختن خیام مثل این که یک تاییدی بوده که ما راجع به زندگی فکر کردم. بعد خیام هم که یه دوره بیشتر باهاش آشنا شدم و خوندم که اتفاقاً یه دوره خیلی سخت و گذروندی، جنگ ایران و عراق دیگه که خیلی مشکل بود، همه تو تضاد و ناراحتی بودیم و اینا، و اون یه دوره خیلی خیلی
خیلی برای من مهم بود. یه دستاویز بود. خیلی از سوالای خودم جواب میداد. یه دوره نقاشی من که دوره عروسک‌های کورم مال همون دوره است که همش عروسک تصویر عروسک هاست که شکسته، اما اون لبخند سر جاشونه. خیام به آدم خیلی خوب جواب میده. مال و بطکان و فلک رو بل باست. به هر حال این به اصطلاح دستمایی همون کاران بوده و یه سری به وجود آمده همون عروسک های کور و بعدا که دیگه این از خودم ریختم بیرون و نقاشی کردم یه جوری همه چی تو من آروم شد، یعنی یه جوابم رو گرفتم دیگه. کلن انسان آدم خیلی عجیبیه و فکر میکنم که هر آدمی برای خودش یک معجزه خلقته. بعد آدم ها چجوری با هم زندگی میکنن مثل پازل میمونه. هرچی بیشتر میگذاره فکر میکنم پازل آدم ها باید با هم جور بشه. مثلا میبینم که دوتا آدم میبینه انقدر اینا با هم خوبه، من همه چیشون درسته، ایدئاله، بعد از یک سال جدا میشن. بعد عجیبترین ارتباط رو میبینی داره کار میکنه دیگه. به هر حال بحثایی که با هم میکنیم، دعوا یا آشتی یا نظر و اینا که هر کدوم ما بعض وقتا فرق میکنی، بعض وقتا همراست و اصلا کلن زندگی با هنر، میدونی؟ این خیلی خیلی مهمه. من یادم که مثلا اگه فیلم ساخته بشه، اگه نقاشی بشه، به هر حال حالا ممکنه آدم هم دخالت نکنی یا چیزی نگی، اما نمیشه که اگه رد نشه. من میبینم که مثلا آقای سینا یه فیلمی ساخته، ممکنه مثلا خیلی براش مهمه که نظرمون چیه، درسته؟ یا برعکس خودش هم میگه، اینی که هر وقت مثلا نگازی یه چیزی خوشم نمیاد که من کار میکردم چیزی نمیگم، ما فکر میکنم دیزلان ناراحتی که چرا حرف نزدم. اگرم حرف زدی حتما میرم تو شکمش میگم مثلا دلم میخواست اینجوری باشه، میدونی؟ همین چیزا هست. اما خب حتما دیگه این توی راه همدیگر رو ساخته شدیم دیگه، این که اصلا امکان نداره که نکنیم.